بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در باب 42 کتاب توحید مرحوم صدوق باب اثبات حدوث عالم بودیم، روایات جالبی رو مرور کردیم. روایت پنجم، ابن ابی العوجا باز که از رؤسای فلاسفه و منکران خدا بود، آمد پیش امام صادق علیه السلام فقال الیس تزعم ان الله خالق کل شی، مگر شما نمیگید که خدا خالق همه اشیاست؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام بلا. فرمودن چرا؟ خدا خالق همه چیزه. البته این یادمون باشه خداوند تبارک و تعالی خالق این موجودات عالم هست، اما برخلاف نظر فلسفه و عرفان خالق افعال ما نیست. بله، اگر یک ذاتی باشه مثل خورشید که به اختیار خودش نیست، نور دادن و سوزاندن کار خداست توسط خورشید، اما انسانی که مختاره، فعل ما رو خدا خلق نمی کنه. شراب خوردن ما و معصیت کردن ما را خدا خلق نمی کنه، بلکه خودمون افعال خودمون رو خلق می کنیم. خدا ما را خلق کرده و قدرت و اختیار داده، پیغمبر و هدایت برامون فرستاده و ما باید چیه؟ خودمون به اختیار خودمون امتحان بدیم. بله، امام علیه السلام فرمودن بله عالم رو خدا خلق کرده. فقال انا اخلق، خب منم که خلق میکنم، منم که خالقم. امام فرمودن کیف تخلق، تو چطور خلق میکنی؟ در عالم هیچ موجودی نمیتونه موجودی خلق کنه. عالم موجودات مخلوق و متجزی همیشه تغییر و تبدل دارن. ابرها باران خلق نمیکنن، بلکه تبدیل به باران میشن. تخم مرغ ها جوجه خلق نمیکنن، بلکه تبدیل به جوجه میشن و و و. فقال احدث فی الموزع ثم البث عن فیسیر الدواب، من میرم قضای حاجت، میرم یه جایی قضای حاجت میکنم، دستشویی میرم، بعد که برمیگردم میبینم که اونجا کرم ها به وجود آمدن، پس این کرم ها را من خلق کردم، من آفریدم. امام علیه السلام فرمودند که الیس خالق الشیء یعرف کم خلقه، آیا کسی که چیزی خلق میکنه خودش نمیدونه چی خلق کرده، چند تا خلق کرده؟ مثلا یک کسی که حالا کوزه مثلا اون شکلشو خلق میکنه، صورت میده بهش، یک کوزه‌گر نمیتونه چند تا کوزه درست کرده؟ یه نویسنده نمیتونه چند تا کتاب نوشته؟ اگر کسی چیزی خلق کنه خودش نمیدونه تعداد مخلوقاتشو؟ حالا بلا، چرا میدونه؟ فرمودن خب تو آیا میدونی که الان چند تا کرم تولید شد اونجا؟ و میدونی چند تا نرن، چند تا مادن؟ و میدونی عمر اینا هر کدوم چقدره؟ فساکت بیچاره مون. اگه بگه من این را، این کتاب رو من نوشتم، میگن خب بگو موضوعش چیه؟ میگه موضوعش نمیدونم، کس دیگه نوشته. بابا اگه تو کتاب رو خودت نوشتی میدونی که این کتاب توحیده یا کتاب نبوته یا کتاب فیزیک یا شیمیه. کتاب رو من نوشتم ولی نمیدونم توش چیه و موضوعش چیه. این امر محاله. حدیث ششم، ابن ابی العوجا با امام صادق علیه السلام بحث میکرد، رفت و روی دوم آمد، نشست و سخنی نمیگفت. امام علیه السلام فرمودند که کأنک جئت تعید و بعد ما کنا فی، مثل اینکه اومدی حرفهای دیروزی رو ادامه بدیم. فقال اردت ذلك یا ابن رسول الله، بله میخوام که ادامه بدیم. حضرت فرمودند که ما عجب هذا، خیلی عجیبه، تنکر الله و تشهد
انی ابن رسول الله. خدا را قبول نداری ولی من قبول داری که فرزند رسول خدا هستم. عرض کردم اگر بگی نه قبول ندارم، میگن خب چرا قبول نداری؟ وقتی پیغمبر این معجزه داره، من این همه علم دارم، تو هم هیچ حالت نیست، چرا قبول نداری؟ اگه بگه خب قبول دارم، میگن خب قبول داری که دیگه، پس چرا انکار میکنی؟ پس چرا زیر بار نمیری؟ فقال العادت تحملنی علی ذلک، آقا عادت بود. فقال له العالم علیه السلام فما یمنعک من الكلام، خب حالا چیه، حرفت چیه؟ قال اجلال لك مهابه ما ينطق لسانی بین یدی، آقا اون عظمت شما، مهابت شما، بزرگی شما اصلا منو گرفته، اصلا نمیتونم حرف بزنم. فانی شاهدت العلماء و ناظرت المتکلمین، من خیلی علما دیدم، من با خیلی اهل عقاید و معارف و متکلمین سخن گفتم. فما تداخلنی هیبتون قط مثل ما تداخلنی من هیبته، اما این عظمتی که شما دارید و مرا فرا گرفته و هیبت شما مرا اصلا از خود بی خود که اصلا نمیتونم در مقابل شما صحبت کنم، تا حالا هیچ جنجیری نشدم. قال یکون ذلک، بله خب حالا هست دیگه، خلاصه خیلی فرق میکنه من برم مقابل یک مثلا فرض کنید که متخصص فیزیک، شیمی، طب، کیهانشناسی بشینم هی انکارم بکنم، خب من که میدونم به دو کلمه اونو منو محکوم میکنه. تازه این کجا و آن کجا؟ این علما کجا که هزاران از این علما رو این آقا امتحان کرده، بر همه چه غالب شده، چه شونه بهشون زده، ولی نزد امام صادق که میرسه میبینه اصلا جای این حرفا نیست، جای عرض اندام خط نشون کشیدن نیست. حضرت هم بله بذار من خودم سخن بگم که زبان تو بشه، ولیکن افت و علی که به سوال و اقبلو علی، من خودم بحث رو شروع میکنم که تو زبانت باز بشه. امام فرمودن ام مصنوع انت ام غیر مصنوع، بگو ببینم تو مصنوعی، مخلوقی، یا نه واقعا مصنوع نیستی، مخلوق نیستی. فقال عبدالکریم ابن ابی العوجا انا غیر مصنوع، گفت نه من مصنوع نیستم. فقال له العالم علیه السلام فصف لی لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون، خب اگه میخواست مصنوع باشی چجوری بودی؟ آقا فرض کنید که این کتاب زبون داشته باشه، بعدم بگیم من کسی منو ننوشته، میگیم جناب آقای کتاب زبون در آوردی؟ خب اگه قرار بود کسی تو رو نوشته باشه چجوری بودی؟ بعد میگفت ببین باید من یک مجموعه از حروف، از کلمات منظم، مرتب، دارای علم، تفهیم، نشان دادن علم و متضمن معرفت و این حرفا باشم دیگه. میگه خب الان هم که همون جوری، بی انصاف، پس اگر جور دیگه بودی که نیستی. بله اگر با هم غیر مصنوع باشم اصلا تحت قدرت واقع نمیشم، هر چیزی که زمان و مکان و اجزا داره، این همه آثار حکمت هم که درش هست، جناب آقای کتاب اگر زبان در آوردی یه روزی انکار نکن مصنوعیتت را، بهت میخندن. آقای عبدالکریم ابن ابی العوجا اگر زبان در آوردی کسی از تو سوال کرد مصنوعی یا نه، به اندازه کتاب شعور داشته باش که اگه زمانی زبان در آورد بگه منو کس دیگه نوشته، تو هم اینو بفهم. اللهم اني اسالك من مسائلك باحبها الي وكل مسائلك اليك حبيبا. اللهم اني اسالك بمسائلك كلها. حضرت فرمودن خب اگه قرار بود مصنوع باشی چیری بودی؟ همینجور موند، لا یخیر جوابن، متحیر موند که چی جواب بده. یک چوبی دستش بود، هی باش بازی میکرد و میگفت که طویل است، عریض است، عمیق است، قصیر است، متحرک است، ساکنه. این حالات مختلفه میتونه داشته باشه، چیزی که حالات مختلفه میتونه داشته باشه، این حالتش رو یه نفر بهش داده دیگه و اون فاعل مختار باید باشه، و الا اگر او هم مثل یه چوب دیگه بود میگفت اون چوب حالات شاید کجا آورده. ذاتی که هیچ اجزا و حالت نداره مصنوع نیست، لذا خدا نیاز به خالق هم نداره، ولی ذاتی که اجزا داره، نفس متجزی بودن و حالت و صفت داشتنش خودش دلیل بر مصنوعیتشه، تا برسه به این که میدیم چقدر آثار حکمت هم در این نفته است.
کل ذلک صفت خلقه، اینا دلیل خلقت بابا این مخلوق این مصنوع من دارم بی خودی انکار میکنم. فقال له العالم علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن فإن كنت لم تعلم صفت السنه غیرها فاجعل نفسك مصنوعا. خب تو که میبینی میفهمی که آقا علامت مصنوعیت اینه که این شکل و قیافه خاصی داره، نه یه شکل و قیافه دیگه، به هر شکل و قیافه ای باشه یک فاعل مختار به این شکل و قیافه درش آورده، چون متجزی اینجوریه دی خاصیتشه. و آثار حکمت هم که در وجود خودت میبینی، آثار علم قدرت رو میبینی، خب خودت هم مصنوع قرار بده دیگه، بگو منم مصنوع خدا هستم، چون میبینی که تو هم مثل همین چوب تا ذرات مولکولی و وجودی تو چیه؟ طبق نظام و حکمت خاصی تحقق پیدا کرده. عبدالکریم گفت سألتنی عن مسألت لم یسألنی احد عنها قبلک. آقا یه چیزایی شما میپرسید، من هر با هر کی بحث میکردم، یا فیلسوف بوده یا عارف بوده یا نمیدونم با خودش فکر کرده بوده، مکتب درست کرده بوده، همه قائل به قدم عالم بودن، همه میگفتن عالم حادث ذاتیه و قدیم زمانی همیشه بوده، صورتاش عوض میشه، اینا خودش واجب الوجوده، برو لافکری کن، عقلتو بذار زیر پات، در لافکری با خدا شهود کن. هر کی من صحبت کردم این مزخرفاتو میگفته. شما یه سوالهایی میکنید که انگار کل عالم وجود با دقایق و ذرایف معرفتی پیش شما مثل درهم کف دستتونه. پیش هر زد میبادن میگفتن آه شما از کجا میگید اینا رو؟ هر زد میفهمونه کل عالم وجود مثل یک 2000 دوریالی کف دست تو باشه، درهم. اینجوریه برای ما، ما کل عالم رو عالم هستیم و میبینیم، ما معدن علم خدا هستیم. وقت تو اومدی پیش امام، بی خود نیست که هیبت امام تو را گرفته، باید هم بگیره. آقا یه سوالهایی میکنید که احدی تا حالا از من نپرسید اینا را. همه هم فکر خودمون قائل به قدم عالم و فلسفه و عرفان و تصوف و همین مزخرفات بودن. ولا یسالونی احد بعدک عن مثلها، بعد از شما هم احد این سوال از من نخواهد کرد. باز امام علیه السلام چه گرفتن؟ فقال له ابو عبد الله علیه السلام حبک علمت انک لم تسأل فیما مضا. حالا اومدیم و تو راست بگی، در گذشته هیچ کی از تو این سوال نکرده. فما علمک انک لا تسأل فیما بعد، از کجا میدونی در آینده هم چه سوالی از تو نخواهد شد؟ حالا این بماند الا انک یا عبد الکریم، یعنی میخوان بفهمن حضرت اینجا که اومدی دقیق صحبت کن، علم غیب نداری، حرف بی خودی نزن، دقیق اینجا صحبت کن، در درگاه امامت شاگردی کن، چیزی یاد بگیر، برای بحث نیا اینجا. حالا اومدی برای بحث، بدان که باید آخر پیستر جا خودت بشینی. مضافاً بر این که نقضت قولک لانک تزعم ان الاشیاء من الاول سوا فکیف قدمت و اخر. اینجا بسیار جمله عجیبی رو امام علیه السلام فرمودن و ما این جمله رو تو کتابهامون در بحث استحاله نامتناهی آوردیم. امام فرمودن مضافاً بر این که تو حرف خودتو ابطال کردی، حرف خودتو نقض کردی، از یک طرف شما معتقدید که عالم ازلیه و اشیا از اول و آخر یکی هستند، از یک طرف دیگه میگی قبلا، امروز، فردا، تا حالا کسی نپرسیده، فردا خواهد پرسید. خب اگر قرار بود عالم ازلی باشه دیگه معنایی نداشت که به امروز برسیم، که تو امروز رو بگی زمان حال، قبلش زمان گذشته، بعد زمان آینده. چرا؟ چون هیچ زمان حالی وجود نداشت، در هر زمان حالی باید بی نهایت زمانهای قبل تمام میشد تا به زمان حال برسه، بی نهایت تمام نمیشد، به زمان حال نمیرسیدیم. تو از یک طرف قبل و بعد رو قبول داری، از یک طرف میگه عالم ازلیه. آخه چه فلسفه شما؟ به این فلسفه تو اینقدر مغرورم هستید، عالم رو ازلی میدونید، بدیهیات رو نمیفهمید، مقدمات ریاضی رو نمیدونید، بعد این همه ادعای فکرم دارید. متاسفانه این همه اهانت به متکلمین هم میکنن، شاگردان مکتب اهل بیت علیه السلام رو میگن اینا چیزی میفهمن، ما عرفا و فلاسفه چیزی میفهمیم. خب پس چرا تقدم و تأخر تو قائلی؟ ثم قال، امام علیه السلام همینجور اشکال بارون میکنن، آخه دریای علم فلسفه و اندیشه در مقابل امام من یک مورچه است. تک تک امام هی سوال میکنه، همینجور میمونه تا بخواد سوال جواب فکر کنه. حضرت چند تا دیگه سوال. ثم قال یا عبد الکریم، تو که هیبت ما گرفته نمیتونی حرف بزنی، بذار بازم خودم سوال میکنم. ازیدک وضوحا، خودم برات توضیح میدم. اون عالم اهل سنت آمد پیش امام جواد علیه السلام یه سوال کرد، حضرت فرمودن آقا اگر یه نفر در حال احرام صید کنه حکم چیه؟ حضرت فرمودن کدوم محرم، کدوم صید، کجا، قبلش، بعدش، کوچیک، بزرگ. اونقدر حضرت صور مختلف رو گفتن، اون عالم خودشو باخ، گفت آقا من نمیدونم، اصلا مسئله خودم بلد نیستم بپرسم، شما خودت تک تک مسئله رو توضیح، تشقیق شقوق و جواب بدید.
اینا اینجوری هن. بعد خدمت شما عرض شود که حضرت فرمودن خودم برای توضیح میدم، بعد اون ندانم گرایی رو برش اثبات کردن. فرمودن که فرض کن تو یک کیسه پیشت باشه، تو اون کیسه هم جواهر باشه، بعد یه نفر به تو بگه که آیا تو این کیسه دینار هست یا نه، پول ایرانی هست یا نه مثلا، بعد تو هم بگی که نه توی این کیسه پول ایرانی نیست، مثلا دلار هست و مثلا نمیدونم پول دیگه هست، بعد بهت بگه که خب پول ایرانی چجوری هست، بگی اصلا نمیدونم پول ایرانی یعنی چی، بعد بهت برمیگردن میگن تو که اصلا پول ایرانی رو اصلا نمیدونی یعنی چی، بعد بهت میگن توی این پول های پول ایرانی وجود داره میگی نه، آخه این انصافه؟ خب از همون اول نگو که پول ایرانی وجود نداره، بگو من پول ایرانی رو نمیشناسم. حالا تو که نمیدانی چیزی رو انکار میکنی، چرا انکار میکنی؟ بگو اصلا نمیدونم قصه چیه و چی قراره. آیا میتونی کار بکنی؟ گفت نه آقا نمیتونم، چیزی رو که صفتشو نمیدونم، علم بهش ندارم، حق ندارم انکار کنم. حضرت فرمودن پس تو ندانم گرایی، چرا انکار خدا میکنی؟ بگو نمیدونم، نگو خدا نیست. فالعالم و اکبر و اطول و اعرض من الکیس، بنابراین این عالم که خیلی از یک کیسه کوچولو خیلی بزرگتره، تو در یک کیسه کوچولو که نمیدونی پول ایرانی یا دینار یا درهم معناش چیه، صفتش چیه، نمیتونی بگی نمیدونم، باید بگی ندانم گرا هستم. عالم به این بزرگی رو تو میخوای چی رو انکار کنی؟ فلعل فی العالم صنعه لا تعلم صفت صنعه من غیر صنعه، شاید در این عالم یک ذاتی وجود داره که او خالق عالمه، او مصنوع نیست، او اجزا و شکل و قیافه و قوانین فیزیکی در وجودش نیست که تو بخوای بگی از کجا این مصنوع پیدا شده، کی این قوانین رو در وجودش نهاده، او فوق این حرف هاست. گنده حرف نزن، بگو نمیدونم، تو عالم رو نرفتی، بیا اینجا بشین، ما اهل بیت هستیم که خدا را میشناسیم و توصیف میکنیم برای شما. فنقط عبدالکریم، باز این موند بنده خدا که چی جواب بده. و عجاب الى الاسلام بعض اصحابه، یه عده افراد هم که از این شاگردای فیلسوف باش بودن، اینها دیدن این فلسفه ها و فکرها و اندیشه های بشری خیلی پوشالی و موهومه، اینها ایمان آوردن همونجا. یه عده دیگه به کفر خودشون باقی موندند و فعاد فی الیوم الثالث، روز سوم آمد که انشاءالله در جلسه بعدی از بیان امام صلوات الله و سلام علیه مستفیض خواهیم شد به لطف خداوند تبارک و تعالی. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا رب یا قهار اسمع دعائی واجب ندائی بالهادي المختار وبالأيجاء وبالزهراء، فبحقهم يا متعال أحسن ما بي أحسن ما بي.